رفقا سلام، وقتتون بخیر. میخوایم با هم دیگه توی این جلسه حرکت زیر بغل لت رو کامل بررسی کنیم. دست باز از جلو، مچ برعکس و همینطور اگر تنه خم به عقب باشه. یعنی میخوایم سه حالت رو بررسی کنیم، تمام نکاتش رو بگیم، عضلات هدفش رو هم ببینیم که چه چیزایی هستن. توی حرکت لت که خب برای عضلات پشت ما هست، معمولا من اول اشتباهاتش رو میگم که توی ذهنتون داشته باشید که هیچ وقت انجام ندید. یکی از نکاتی که هست و معمولا ورزشکارا انجام میدن اینه که خیلی فکر میکنن دستشون رو باید باز بگیرن. وقتی که ما دستمون رو بیش از حد باز یا دستمون رو بیش از حد جمع بگیریم، در دو حالت کیفیت انقباضمون میاد پایین. برای اینکه ما بخوایم به عضلات لاتمون، عضلات لات سینوسمون فشار بهتری بیاد، ایدئال‌تر اینه که تقریبا یک مقدار بازتر از عرض شانه باشه. یعنی نیاز نیستش که خیلی بخوایم دستمون رو باز کنیم، چون به اشتباه یه سری فکر میکنن هر چقدر توی بارفیکس و لات دست بازتر باشه عضلات پهن‌تر میشن. یعنی یک تفکری که تو ذهن فرد هست ولی واقعیت نداره. در صورتی که هر چی دست تو بازتر باشه، کشش عضلات تو در تنش کمتر میشه، ولی هر چقدر که دستت رو بیاری بالاتر، محور تنش رو میاری به سمتی که در واقع کشش بهتری بخواد اعمال بشه. توی حالت استانداردش ما دست‌ها رو گفتیم که یه مقدار بازتر از عرض شانه. توی تمام حرکت‌های پولینگ، زمانی که می‌خوایم بکشیم پایین، توی تمام حرکات زیر بغل بهتره که شست کنار انگشتای دیگه باشه، چون وقتی که شست رو میندازیم اینور، معمولا ساعدامون زود خسته میشه. برای اینکه بخوایم جلوگیری کنیم از اینکه ساعدها دیرتر خسته بشه، شست رو میندازیم کنار انگشتای دیگه. نکته بعدیش اینه که این پدها بسیار مهمن. یعنی ما توی تمام حرکت‌هایی که انجام میدیم واسه اینکه بخوایم هایپرتروفی کنیم، مهمترین نکته اینه که بتونیم بهترین تنش مکانیکی رو به عضلاتمون بدیم. حالا ورزشکار اصلا به این توجهی نمی‌کنه. حرکت رو که میزنه از پایین شله، یعنی هیچ چیزی از پایین کیپ نگهش نداشته که بتونه برونده توان خوبی رو به نمایش بذاره. پس این پد رو گذاشتم برای اینکه تو از پایین وقتی که وزنه سنگین می‌ذاری به سمت بالا کشیده نشی و بتونی ثبات پذیریت رو بالا ببری و در راستای اون ثبات پذیری بتونی حرکت رو پرقدرت‌تر اجرا کنی. من اگه این الان وزنه رو بذارم روی مثلا یه عدد خیلی سنگین، پام رو بخوام گیر ندم، اصلا نمیتونم خودم رو بکشم پایین، باهاش میرم بالا. ولی زمانی که سنگینش کنم، بیام پاهامو این زیر گیر بدم، دیگه به راحتی میتونم حرکت رو اجرا کنم. پس این نکته بسیار مهمی. ما وزنمون رو میگیریم، دقیقاً هر کسی با توجه به قدش و استخوان پاهاش باید این پد رو جوری تنظیم کنه که بتونه کاملا کیف باشه، لنگ نزنه. توی ورژن استانداردش که می‌خوایم به عضلات ترس ماژور یا گرد بزرگ و خدمت شما هر شب بخش بالا و میانی لاتمون فشار وارد کنیم، بهتر اینه که خیلی خودمون رو عقب هدایت نکنیم و خیلی خودمون رو آرک ندیم، یعنی خیلی خودمون رو قوس نکنیم. تمام این کارا باعث میشه که فشار از روی عضلات لات ما کمتر بشه. تقریبا تنه عمود به زمین، با کنترل آرنج ها به سمت بغل نیست، یه مقدار به سمت جلو میایم پایین، کاملا منقبض و میریم بالا. یکی از نکات اشتباهی که ورزشکار انجام میدن اینه که اینطوری میکنن. زمانی که میکشی پایین و دستت رو میاری، خط تنشت رو به پایین داره میاد، ولی خطی که داره محور اهرامت رو درست میکنه میاد تو سمت این بر، یعنی کاملا یک حالت تقاطع ایجاد میکنه. در حالت درست اینه که تو زمانی که دستت رو میکشی پایین، سیم و دستت در یک راستا باشه، ولی وقتی که اینطوری میکنی، کاملا فشار رو از رو عضلات لاتت برداشتی و حرکت رو کاملا خراب کردی. پس حالت صحیحش با توجه به جهت فلش ها اینه: تنش و اهرام در یک راستا. حالا یک سری رو دیدیم که حرکت رو اینطوری میزنن، اینم اشتباه نیست. فقط نکته کار اینجاست که زمانی که ما خودمون رو به سمت عقب هدایت میکنیم، چشمتون خوب به سیمکشمون باشه، به اون کابله. زمانی که مسیر کابل میاد توی این زاویه، میاد به سمت بالا سینه من و من کلا زاویه بندیم دیگه نسبت به قبلم عوض شده، فشار به آپر بک میاد، به قسمت بالای پشت میاد.
بنابراین اگر داری این حرکت لکت رو این شکلی میزنی، بدون که این برای بالای پشتت، برای عضلات ترابزیوس میانی رومبوید، ترابزیوس پایینی و کمی دلتوید خلفی. پس این هم اشتباه نیست، یعنی ورژن دوم لاتمون بود، ورژن اولش رو هم بررسی کردیم. اما اگه ما بخوایم فشار رو خیلی بهتر به قسمت پایین زیر بغلمون وارد کنیم، به تارهای ایلیاک عضله لاتیوس دورسیمون بخوایم وارد کنیم، بهتره که آرنج و بازو دقیقاً در راستای تنه بیاد پایین. برای این کار دیگه من نمیتونم دستم رو اینطوری بگیرم، چون وقتی که دستم رو پرونیشن میگیرم بخوام بیارم پایین، یک مقدار اون شرایط استخوان و بازون توی یک چرخشی قرار میگیره که نمیتونه خیلی خوب واسه من حرکت رو اجرا کنه. پس من وقتی که دستم رو، ببینید شما خودتون امتحان کنید، توی این حالت دستتون رو، کف دستتون رو بخواید برگردونید به سمت صورتتون، خود بازو ترجیحش اینه که خودش بیاد به سمت روبرو. یعنی من وقتی که دستم رو سوپینیشن میکنم، بازوها میاد به سمت روبرو. پس برای اینکه بتونم سهولت اجرا و تمیز بودن اجرا داشته باشم، پرونیشن میگیرم، یا اگر باشگاهتون از این دستگیرهای دوبل داره میتونید از اونها استفاده کنید. میگیریم دوباره شست کنار انگشته، دیگه به این شکل نیست، میایم پایین. تمام نکاتی که با هم بررسی کرده بودیم به لحاظ پد، آروم میاد پایین، بازو کاملا چسبیده به تنه، خط کشش رعایت میشه و حرکت رو اجرا میکنیم. در این حالت همونطور که گفته شد، فشار بیشتر به تارهای پایینی عضلات لاتمون وارد میشه. سه مدل حرکت لات رو با هم بررسی کردیم، نکاتی که احتمال خطا بود رو درش دیدیم. ولی خب نکته اینجاست که اگر ما میخواییم یک طراحی تمرین اصولی داشته باشیم، این نیستش که بریم توی باشگاه بدون اینکه بدونیم عضلات هدفمون چیه، بدون اینکه حجم تمرین رو بخوایم کنترل کنیم، بریم بزنیم. یعنی امکان داره که یه سری وقتها بعضی از حرکات اون همپوشانی داشته باشه. مثلا تو میای لات رو میزنی، دوباره میری یه حرکت دیگه میزنی، باز هم برای همون قسمت و همون تارهای عضله است و دوباره به همین شکل. بنابراین اگر مربی نداری و قرار تمریناتت رو خودت پیش ببری، باید نسبت به یه سری اصول اولیه آگاه بشی و بدونی که حالا صرف اینی که اینا رو یاد گرفتی نمیتونی به خودت بگی مربی. فقط اینو برای اینه که اگر مربی برات حرکتی رو نوشته بود، پایش کنی تو ذهنت، ببینی که داری درست میزنی یا غلط میزنی. پس با هم دیگه یک سری نکاتی رو دیدیم که به نظر من به درد خیلی‌ها میتونست بخوره. تعداد تکرار، تعداد ست، هیچ کدوم قابلیت پیش بینی نداره. هر مربی با توجه به سیکلی که می‌نویسه و با توجه به برنامه‌ای که می‌نویسه لحاظ می‌کنه که آقا چه حرکتی چند ست باشه، چند تا تکرار باشه. که پس ما نمیتونیم از الان بگیم که آقا مثلا این تو معمولا یک رپرنجی واسه هایپرتروفی گفته میشه، اونم بین 6 تا 30 تکراره. حالا هر مربی با توجه به حرکت‌های مختلف سلیقه خودش داره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. همراهی شما دلگرمی برای من. مثل همیشه باهوش ورزش کنید. خدا نگهدار.